ذوالقرنین به سرزمینی میرسد که مردمش در سطح پایین از تمدن بودند و در سخن گفتن یا فهم و درک سخن که یکی از نشانه‌های تمدن است ضعیف و عقب مانده بودند و بین دو کوه زندگی می‌کردند. این مردم از دست اقوام یاجوج و ماجوج در رنج و عذاب بودند که از پشت کوه‌ها به آنها حمله می‌کردند و آنها را غارت می‌کردند. مردم این سرزمین به ذوالقرنین پیشنهاد کردند که مال را از ایشان بگیرد و میان آنان و یاجوج و ماجوج سد ببندند که مانع از تجاوز آنان بشود. ذوالقرنین پیشنهاد آنها را پذیرفت و به آنها گفت: آنچه را که خدا در اختیار من گذاشته بهتر است از آنچه که شما پیشنهاد میکنید. مرا با نیروی یاری کنید تا میان شما و آنها سد محکم ایجاد کنم. سپس از آنها خواست یاریش کنند. قطعات بزرگ آهن برای من بیارید و آنها را بر روی هم میچینید تا کاملا میانه دو کوه را بپوشانید. سپس گفت آتش در اطراف آن بیفزایید و در آتش بدمید. آنها دمیدند تا قطعات آهن را سرخ و گداخته کردند. گفت اکنون مس ذوب شده برای من بیاورید تا بر روی آن بریزم. سرانجام چنان سد نیرومند ساخت که آنها قادر نبودند از آن بالا روند و نمی توانستن سوراخ در آن ایجاد کنند. پس از بنای سد ذوالقرنین گفت این از رحمت پروردگار من است، اما هنگامی که وعده پروردگارم فرا رسد آن را در هم می کوبد و وعده پروردگارم حق است. این سد خود رحمت از پروردگار بود، یعنی نعمت و سپری بود که خداوند با آن اقوام از مردم را از شر یاجوج و ماجوج حفظ فرموده و وقت وعده خدا رسد آن را در هم میکوبد و منظور از وعده وعده ای است که پروردگار در خصوص آن سد داده بود که به زودی یعنی در نزدیکه های قیامت آن را فشار میدهد و در این صورت وعده پیشگویی خدا بوده که ذوالقرنین آن را خبر داده و یا همان وعده ای است که خدای تعالی درباره قیام قیامت داده است و گفته شده شکسته شدن سد ذوالقرنین از نشانه های قیامت است. درباره این که ذوالقرنین چه کسی بوده نظرات متعدد وجود دارد، اما در روایات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت علیه السلام آمده او پیامبر نبود بلکه بنده صالح بود. و درباره این که این دو قوم یاجوج و ماجوج که بودند نیز نظرات زیاد وجود دارد. در بعض روایات دیگر هم آمده که این قوم از نظر نیروی جسمی و شجاعت به حد بودند که از هیچ حیوان و یا درنده و یا انسان نمی گذشتند، مگر آنکه آن را پاره پاره کردن می خوردند و نیز از هیچ کشت و زهر و یا درخت نمی گذشتند، مگر آنکه همه را می چدیدند و از هیچ نهر بر نمی خورند، مگر آنکه آب آن را می خورند و آن را خشک می کردند. و نیز روایت شده که سه طایفه بودند. یک طایفه مانند ارز بودند که درخت از بلند، طایفه دیگر طول و عرضشان یکسان بودند و طایفه سوم که از آن دو طایفه شدیدتر و قویتر بودند هر یک دو لاله گوش داشتند که پشت رویش دارای پرهای ریزه بودند و آن دیگر روی آن پشت رویش پشم بوده است. بدن سخت و محکم داشتند و پشم بدنشان بدنهایشان را می پوشاندند. و همچنان در روایات آمده که یاجوج یک قوم و ماجوج قوم دیگر و امت دیگر بودند و هر یک از آنها 400,000 امت و فامیل بودند و به همین جهت و جز خدا کس از عدد آنها خبر نداشته. در تورات در فصل 38 و فصل 39 و در کتاب روایا یعنی یوحنا فصل 20 از آنها به عنوان گوگ و ماگوگ یاد شده که معرب آن یاجوج و ماجوج می باشد. به گفته علامت طباطبایی در المیزان از مجمع گفته های تورات استفاده می شد که ماجوج یا یاجوج و ماجوج گروه یا گروه های بزرگ بودند که در دوردست ترین نقطه شمال آسیا زندگی داشتند
و مردم جنگجو و غارتگر بودند. بله، ای بود